سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان گرامی. بنده محمود زاده هستم، دانش آموخته دانشگاه شیراز. سال هاست در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی نیروگاه ها، صنعت و ساختمان در زمینه مختلف به صورت ناظر، طراح، مشاور، مجری فعالیت دارم. خوشحالم که در خدمت شما هستم با یک گروه قوی که با مدیریت و برنامه ریزی منظم و منسجم به سمتی میریم که شما عزیزان بتونید به موفقیت دست پیدا کنید، مثل سالهایی که با دوستان دیگر بودیم. بنده در زمینه پلنینگ سیستم قدرت چندین مقاله ملی بین المللی دارم و در اون زمینه کارهای پژوهشی ما انجام میدم. کارهای اجراییم بیشتر در زمینه سیستم قدرت و ماشین های الکتریکی و همچنین تأسیسات. در زمینه تدریس دانشگاهی بیشتر درس ماشین های الکتریکی، بررسی سیستم قدرت و آز ماشین های الکتریکی و همچنین مطلب و تمام این دروسی رو که خدمتتون عرض کردم با استفاده از نرم افزار مطلب، پی اس کد و همچنین تول باکس سیمولینک کارها رو انجام میدیم تا به صورت علمی، عملی و مهارتی کارها رو پیش ببریم. برای حل مسائل و همچنین سوالات آزمون نظام مهندسی ساختمان بیشتر از روش‌های استعداد فنی در تأسیسات برقی استفاده می‌کنیم. خصوصاً از سال 98 به بعد سوال‌ها خیلی عوض شدن، به طوری که به گونه‌ای شده که شما تمام کتاب‌ها یا جزوات مختلف یا همچنین درس‌های آکادمیک رو بلد باشین نمیتونید بدون دانستن استعدادهای فنی و همچنین تجارب مختلف در زمینه‌های تأسیسات بهشون پاسخ بدید. ما تمام این سوالات و مسائل رو برای شما باز می‌کنیم تا بتونید در آزمون موفق بشید. البته باید یک سری اطلاعاتی از گذشته در حد کارشناسی، حالا حتی اگه دوستان مقاطع بالاتر هستن، ولی ما در همون حد بیشتر نیاز نداریم. مثلا بدونید که کوسینوس فی چی هست، مدارهای الکتریکی سری و موازی رو بشناسید، بدونید که باید وقتی با یه مسئله ماشین‌های الکتریکی مواجه میشید چگونه به سمت هدف حل برید. اگر شما چنین چیزهایی رو از گذشته بلد باشی یا تا کلاس تشکیل میشه بتونید اینها رو ریویو کنید، ما در سر کلاس خیلی سرعتمون بالاتر میره و میتونیم کتابهای تخصصی بیشتری کار کنیم، نشریه رو کار کنیم، راهنمای مبحث 13 رو کار کنیم، اینها رو به طور کامل کار کنیم. و اینو بدونید که ما در کلاس، حالا طبق پکیج جدیدی که وجود داره، حتی قبلا اینها رو در کارگاه حل تست داشتیم، اما اکنون در خود پکیج کلاس تمام سوالات از سال 95 تا 1400 به طور کامل در هر سه گرایش نظارت، اجرا و طراحی حل خواهد شد. هم در زمان گفتن موضوعات درسی و هم به صورت جدا که با چه سرعتی بتونید حل کنید. به دلیل اینکه اگر فقط شما دقت تنها داشته باشید، من همیشه اینو سر کلاس میگم، دارن اون کف سالن رو جارو میکنن ولی شما هر روز نشستید، یعنی اون سرعت رو ندارید. پس اون سرعت خیلی مهمه، یعنی فقط به این نیست که شما الان مثلا ماشین های الکتریکی موازی کردن ترانسفورماتورها رو بلدین که
ضریب و چجوری در اون SLمون که برای بارمون هست دخالت بدیم و سریع بیایم بگیم که خب کدومش دچار اضافه بار میشه، کدومش دچار این میشه که نتونه بازده یه مناسبی داشته باشه. اگر بخواین طبق روال ماشین های الکتریکی حل کنید خیلی زمان کم میاد، اما با استعداد فنی که اینجا به شما آموزش داده میشه خیلی راحت میتونید کار کنید، یعنی هم برای آزمون و هم برای بعد از آزمون. به دلیل اینکه شما وقتی به عنوان یه ناظر میرید توی پست یا توی یه ساختمان، اگر همون موقع بلد نباشید تصمیم لازم رو بگیرید، بخواید بردارید محاسبه کنید چی کار بکنید، کارتون خیلی میتونه عقب بندازه. تصمیمات لحظه مناسب خیلی مهمه. برای همینه که الان سوالات بدین گونه شده. از بس ما پرونده های مختلف در زمینه کارشناس رسمی داریم که دیده میشه که دوستان به خیلی از کارها نگاه مناسبی ندارن، یعنی نگاه مناسب به شما آموزش داده میشه. اگه شما خب میخواستین فقط کتاب بخونید که اصلا دیگه اینجا نمی اومدین، و اینکه مثلا ما بخوایم فقط کتاب بذاریم جلوی شما بگیم که به چه صورت باشه و اینها، فایده چندانی نداره. شما به دنبال یک حجم کم و مناسب و اینکه سریع به هدفتون برسید، هم برای آزمون و هم برای کارتون. همچنین مؤسسه از شما حمایت میکنه بعد از حتی کلاس ها، برای اینکه شما راهنمایی های مختلف داشته باشید. بنده هم خودم در خدمتتون هستم، حالا چه به صورت تلفنی چه به صورت آنلاین، و همچنین در مؤسسه و همچنین دوستانم هم هستن برای راهنمایی کردن. خیلی از دوستان همچنین برای هم پروانه گرفتن که برای راه و شهرسازی هست، و هم اینکه ناظر مقیم بشن در جاهای مختلف. یعنی شما همین که اینجا دوره رو بگذرونید واقعا به عنوان یک ناظر مقیم میتونید کارتون شروع کنید، و همچنین در دفاتر طراحی میتونید کارتون شروع بکنید، و همچنین حالا شرکت های حقوقی نظارت یا اجرا. یعنی کسی که میاد این کلاس ها و دوره ها رو میگذرونه، علاوه بر اینکه توی نظام مهندسی میتونه مشغول بشه، در تمام شرکت های اجرایی و حقوقی میتونه بره کار بکنه با هر پایه ای باشه، حتی اگه پایه ای نداشته باشه، چون از شما مصاحبه میکنن. شما وقتی این اطلاعات رو بهشون بگید کاملا میفهمن شما آماده هستید. خب آزمون نظام مهندسی ساختمان از قانون شروع میشه. الان هم که قانون جدید نوشته شده در صحن مجلس هست، انشالله که با یه تغییرات مناسبی تصویب بشه و ما شاهد اطلاع نظام مهندسی باشیم که یکی از اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان است. خب اگر ما این قانون رو متوجه بشیم کاملا میتونیم مقررات بفهمیم، اصلا این از کجا شروع میشه به کجا میره، و مطالب تخصصی رو درش جای بدیم. خب این قانون مشتمل از چندین ماده های قانونی هست و همچنین یک آیین نامه اجرایی داره. یعنی اون مواد قانونی در مجلس تصویب میشه، مجلس میاد میگه که خب وزارت راه شهرسازی شما نظارت عالیه رو داری، به نظام مهندسی میگی، گروه های تخصصی همه جمع میشن چیکار میکنن، برای شما آیین نامه می‌نویسن که این مواد قانونی چگونه اجرا بکنه. همانطور که در سالهای اخیر هم داشتیم و مقررات ملی ساختمان هی تغییر میکردن، الان چندین مقررات ملی ساختمان تغییر کردن، مثل مبحث 19 هم، اما هنوز اجرایی نشده، از سال 99 تغییر کرده، و همچنین الان مبحث 13، مبحث 15، همه اینها در حال اجرایی شدن تغییراتشون هستن. خصوصا مبحث 15 خیلی زودتر تغییراتش لحاظ میشه. با عنایت به این که شما باید مطالب تخصصی رو بلد باشید، ما از قانون شروع میکنیم به کار کردن. خب قانون نظام مهندسی ساختمان،
ماده 33 آیین نامش به ما میگه که تمام عوامل اجرایی از ناظر، مجری، عرضم به حضورتون طراح و همچنین حالا مالک یا کارفرما یا افرادی که صاحب اون ملکی هستن که شما میخواین روی اون کار کنید، همه یک مجموعه رو تشکیل میدن و باید با همدیگه بتونن یک کار اجرایی مناسبی رو ارائه بدن. این کار اجرایی مناسب از همون طراحی شروع میشه تا بیاد برسه به نظارت. درسته که الان آزمون طراحی پیچیدگی های بیشتری داره و شما باید در هر سوال چندین نکته رو بلد باشید، اما نظارت شما بسیار حساس داره. اون تصمیمات لحظه ای رو که میگیرید، اون مشقت های راه های رو که باید طی بکنید و اون اطلاعات زیادی رو که باید داشته باشین، جلسات مختلفی رو که بذارید که با همه بتونید خوب صحبت بکنید، همه در این کلاس ها جمع میشه که شما بتونید این تمام این کارها رو درست انجام بدید، یعنی علاوه بر آزمون بتونید در کارتون هم موفق بشید. خب اما ایمنی، این ایمنی که اینجا وجود داره، شما اگر ایمنی رعایت نشه، این مبحث 12 هست، هیچ کدوم از کارهای شما لحاظ نمیشه. ما در کارشناسی رسمی مسئله ایمنی رو از هر چیزی مهمتر میدانیم، به دلیل اینکه اگر ایمنی اجرا نشود، هیچ کدوم از کارهای هر چند تخصصی اصلا به چشم نمیان، چرا که حفاظت جان انسانها از هر چیزی برای ما مهمتره. یعنی هر چیزی در مبحث 13 میخوانیم، در راهنما میخوانیم، در نشریه میخوانیم، در نشریه 110 حالا جلد اول و دوم، همش برای حفاظت و برای اینه که شما بتونید کاری کنید که مردم در آسایش بیشتری داشت باشند. طراحی که داره طراحی میکنه، ضریب آسایش رو زیر 80 نباید در نظر بگیره. ناظر که داره نظارت میکنه همینطور، نباید بذارین ضریب آسایش ما کم بشه، برای اینکه ما رفاه اجتماعی برای مد نظر هست که بهش میگه سوشیال فیر، در تمام جهان هم به همین صورته و برای همین هست که روز به روز ما داریم در قانون نظام مهندسی تخصصی تر پیش میریم. تا چندین سال پیش کل تأسیسات به یک مهندس واگذار میشد، یعنی تأسیسات مکانیکی و برقی رو یک مهندس، حالا یا مهندس برقی و مکانیک انجام میداد و شما باید هر دو رو کاملا اشراف داشتید. الان هم به نوعی شما مسئولیت رو دارید و باید اطلاعات مناسبی حتی هم مباحث مکانیکال داشته باشید، که انشالله بعد از قبولی حتی در اینجا ما کلاس هایی داریم که اینها رو به شما آموزش میدیم و همچنین در کار و نظام مهندسی هم باز میتونید با همکاراتون بیشتر آشنا بشین به این مطالب. اینها رو برای این عرض میکنم که دید مناسبی داشته باشید و با دید مناسب وارد بشید، چرا که مسئولیت بزرگی دارید. یعنی ساختمانی که شما دارید طراحی و نظارت و اجراش انجام میدید، تقریبا همیشه مسئولیتشو دارید و اولین چیزی که مد نظر قرار میگیرید ایمنیه. شما وقتی میخواین کارگاهی رو تعطیل کنید، مثلا میخواین بگید که الان من اومدم اینجا، کارفرما حرف من گوش نمیکنه، اولین نکته رو که با اضافه کنید ایمنیه، چون اگه این کار نکنید کارشناسی میشه و شما مقصر میشید. در رابطه با چیزهای تخصصی خیلی باید اون ادله‌ای که میارید خوب و مناسب باشه و با اشراف به همین مطالبی که در کلاس به صورت نکته‌ای گفته میشه و با استعداد فنی بیان میشه شما میتونید موفق بشید.
خب برای حفاظت ما این مقررات ملی ساختمان رو وضع کردیم. برای ایمنی هم همینطور. حفاظت، یکی حفاظت فردی هست، یعنی برای فرد هست، و یکی حفاظت ساختمان هست. بدانید حفاظت فردی برای ما از همه چی مهمتره. برای همین که روی سلکتیویتی خیلی بحث میکنه، یعنی این ترتیب اینکه کلیدهای مینیاتوری چگونه کار بکنن، یا اینکه روی RCD خیلی بحث میکنیم که حالا این RCD، حالا Residual Current Device، چگونه اصلا برای ما کار بکنه که مشکلی برای افراد به وجود نیاد. کلید جدا کننده چیست؟ این با کجا قرار بگیره؟ قبل از RCD قرار بگیره یا بعد؟ و خیلی از مطالب تخصصی دیگه که همراه با تست های سالهای اخیر، تست های تعلیفی، احتمالی و حتی تست هایی که گفته میشه که اینا حتما در آزمون وجود داره. خب کل مقررات ملی ساختمان برای تأسیسات برقی رو ما به دو قسمت مباحث غیر برقی و مباحث برقی تقسیم میکنیم. مباحث غیر برقی شامل اولیش که قانون گفتیم، دومی مبحث اول. این مبحث اول شما یک تا دو سوال ازش دارید در آزمون و داره معرفی میکنه که هر کدام از کلمه‌ها به حروف الفبا معنیشون چیه. مثلا شما کلید آتش نشان بارها از همین سوال اومده که با همین مبحث اول میتونید خیلی راحت پاسخ بدید. همچنین در قسمت دوم کتاب بیان شده که هر کدوم از مباحث در مورد چی صحبت میکنن، که ما بهتون میگیم که برای این که شما بدانید تو چه سوالی به چه مبحثی مراجعه کنید یا ذهنتون بره رو کدام مبحث، اینها رو با متوجه بشید. مثلا مبحث 12 برای ایمنیه، مبحث 13 تجهیزات برقیه، مبحث 19 صرفه‌جویی در انرژیه. توی مبحث 19 ما میخواییم برای ساختمان این مثلا یه یخچال بیایم تعریف بکنیم یه نمودار انرژی رو، آیا این ساختمان کم مصرف هست یا نه، که اتفاقا این تا 3 سال آینده شهرداری ها مجبور هستن و الزام دارن که اجرایش کنن در تمام ایران و اصلا یک شغل جدید برای دوستان تأسیسات باز میشه که حالا در دانشگاه هم دوره‌هاش داره برگزار میشه، به این صورت که شما دوره بهینه‌سازی رو میگذرونید و میتونید به عنوان یک فردی که انرژی یه ساختمان رو تأیید میکنه هر از چند ماه یک بار این کار انجام بدید. مثل مبحث 22 که برای بازرسی هست که حالا دفاتر برق که حالا به تازگی راه اندازی شدن اما خیلی حالا گسترده نشدن، مثل دفاتر گاز هستن و دیگه مسئولیت ها رو به چند قسمت برای ناظرین تقسیم میکنن. خب اما بریم سراغ مبحث دوم. مبحث دوم یه جورای آیین‌نامه اجرایی قانونه، یعنی به شما معرفی میکنه ناظر کیه، طراح کیه، مالک کیه، کارفرما کیه، اینا وظایفشون چیه، چی کار باید بکنن، اصلا قوانین، مثلا یه دفتر مهندسی زدن باید چی کار بکنن، دفتر حقوق گذاشتیم باید چی کار بکنیم، نظارت گذاشتیم باید چی کار کنیم، دفاتر تأسیسات هست باید به چه صورت انجام بشه، ظرفیتاشون رو چگونه میتونیم افزایش و کاهش بدیم. اما خب چون قانون داره تغییر میکنه حتما اینم تغییر میکنه. تغییرات زیادی در پیشه. دوستانی که میخوان قبول بشن و چند سال تلاش کردن بیان پای کار، چون کارشون سخت‌تر میشه در آینده. و توی قانون ما در رابطه با تمام اینها صحبت میکنیم بجز قراردادها که در انتهای کتاب مبحث دوم هست. قراردادها هم توضیح داده شده، اون قراردادها هم
خیلی هم سوال ازش میاد که تمام اینها رو مفصل خواهیم کرد. مبحث سوم مبحث حفاظت هست در مقابل حریق. یکی از مطالبی که ما در آزمون بسیار روش کار میکنیم همین هست. مثلا میگیم که در یه آسانسوری حالا کابل داره انتقال پیدا میکنه، شما میگید اه این سایز کابل من تو تأسیسات برقی مبحث خوندم میشه اینقدر، پس چرا الان نیست؟ ما به روش استعداد فنی به شما میگیم که اینجا الان حریق مهمه، باید حریق رو لحاظ کنید. خب مباحث بعدی که ما بهش کار داریم مبحث 12 هست که ایمنی عرض کردم خدمتتون میاد تجهیزات رو میگه که با این تجهیزات چی باشه. حتما خودتون ایمنی در سر پروژه ها باشید، یعنی کفش ایمنی داشته باشید، کلاه ایمنی داشته باشید، تمام دوستان رو فرق میکنه حتی کارفرما رو ملزم کنید به این که ایمنی رو رعایت بکنن، چون این برای کار شما لازمه اوله، بعد تخصصی کار کنید. خب از این مبحث دوم معمولا 1 تا 2 سال، مبحث سوم این سالها بیشتر شده 3 تا 4 سال، مبحث 12 هم 1 تا 2 سال که در طراحی مبحث 12 رو نداریم و فقط در نظارت و اجرا داریم. اجرا هم بسیار شبیه نظارت هست به انضمام یک سری کارهایی که جزواتش وجود داره، من خدمتتون میدم اونا رو و ازش استفاده کنید در سر جلسه. یک سری جزواتی هست که شما برای مثلا اجرا کردن یک تابلو باید چی کار کنید. اینها دستورالعمل های مثلا شرکت های توزیع هست یا شرکت های مختلف هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و اینها رو من در اختیارتون میذارم. خب اما مبحث بعدی که مهمترین مبحث ما هست در برق، مبحث 13 هست. خب این مبحث 13 در نظارت 43 سال و در طراحی تقریبا 34 تا سوال ازش به صورت مستقیم، اما در 2 سال اخیر طوری داده میشه که شما در طراحی باید به منابع و مطالب مختلف اشراف داشته باشید که برای شما کار خیلی سخت میکنه. سر جلسه باید کلی کتاب باز کنید، خب این کار شما رو خیلی سخت میکنه. ما با استعداد فنی طوری به شما آموزش میدیم که اصلا نیازی به کتاب باز کردن نداشته باشید، این همه کتاب بخوایم ببریم نداشته باشید. یعنی خودتون هدف سوال رو اول تشخیص میدین، با توجه به هدف سوال پیش میرین با روش هایی که بهتون گفته میشه و به نتیجه میرسید. اما مبحث 15، مبحث 15 هم از مباحثی هست که باید شما بهش اشراف داشته باشین. 5 تا سوال حالا ازش داده میشه، البته این مقدار سوالات نوسان داره و میتونه هر کدومش کم و زیاد بشه بستگی به نظر طراح داره. اما توی مبحث 15 ما آسانسور رو یاد میگیریم که این مبحث 13 در تمام مباحثی که مشترک هستن باهاش دخالت داره. توی اینجا مباحث برقی رو داریم توی مبحث 15. حالا به صورتی که حالا این مثلا کابلمون به چه صورته، چگونه با رعایت فواصل بشه، تمام اینها وجود داره، کاری که در مبحث 13 انجام میدیم. مبحث 13 رو با سیستم با شما جلو میبریم که شما اول تأسیسات برقی رو بشناسید و بعد بیایم هر کدوم از اینها رو برای شما طبقه بندی بکنیم که حالا چه عناصری در این سیستم ها باید استفاده بشه، سخت مقطعشون باید به چه صورت باشه تا به نتیجه مناسب برسیم. اما مبحث بعدی مبحث 19 هست. پس این مباحث غیر برقی یعنی مبحثی هستن که غیر از این 13 هستن. حالا من 13 رو تو اون پایین بیشتر برای همین خیلی زود ازش رد شدم.
مبحث 19 هم صرف جویی در انرژی است، یا همون بهینه سازی اپتیمیزیشن، دقیقا همون کاری که بنده همیشه در مقالات هم ازش استفاده میکنم و الان 99 اش اومده، هنوز تاثیرش در آزمون گذشته نبوده مگر در آزمون جدید اعلام بشه که ما تاثیراتش رو داریم و ما این پیشبینی رو داریم که تاثیراتش رو به شما بگیم که چگونه انجام بدیم، چون قبلا فقط چند صفحهش بیشتر واسه برق سوال نمی اومد دیگه، اما الان مقدارش برای برق مکانیک زیاد شده چون خواص عایقی رو اضافه کردن. سالهاست ما در این موارد با دوستان معمار صحبت می‌کردیم که باید به طوری این عایق بندی ها صورت بگیره که حتی اصلا نظر دوستان تأسیسات دخیل باشه و بتونیم اینها رو طراحی کنیم، اما خب حالا هنوز مسئولیتش با دوستان معمار هست، ولی خب شما در طراحیاتون میتونید اینها رو قید کنید و همچنین در نظارتتون. و بیشتر در مورد این هست که حالا ما روشناییمون رو چیکار کنیم صرف جویی بشه و همچنین بیایم با انواع مختلف حالا بهینه‌سازی آشنا بشیم در تأسیسات. مبحث بعدی رو که در مورد صحبت میکنیم مباحث غیر برقی، مبحث 21 هست. توی مبحث 21 پدافند غیر عامل رو بحث میکنیم، یعنی چیکار کنیم مشکل پیش نیاد، نه اینکه وقتی مشکل پیش اومد تازه بخوایم بیایم حلش کنیم. این ترانسفورماتورها رو در کجا قرار بدیم بهتره، در کجای ساختمان با توجه به قدرتش چگونه انتقال پیدا بکنه. وقتی اینا میخوان انتقال پیدا کنن، مثلا جای سرد باشه با جای گرم فرق نداره، تمام اینها رو میایم در موردش بحث کنیم. اما مبحث 22 که این هم باز به عنوان یک شغل جداگانه به صورت بازرسی دفتر برق تو این داشته باشید و روش کار بکنید که هر از چند ماه یک بار باید تجهیزات مختلف بازرسی بشن تا ما مینتیننس مناسبی داشته باشیم، حفاظت و نگهداری مناسبی داشته باشیم و بتونیم از تجهیزات استفاده بهتری کنیم. به طور مثال یک کولر آبی اگه موقعی که، یا کولر اسپلت موقعی که دیگه کارمون باهاش تموم میشه سرویسش نکنیم و کنارش نذاریم و برای آینده مهیاش نکنیم، این مطمئناً دچار آسیب و استهلاک خواهد شد، حالا از موتورش، از تجهیزات مختلفش و همچنین بقیه تأسیساتی که وجود دارن، حالا از یک هود، از یک فن، از هر چیزی ما میتونیم از هر گونه تجهیزاتی برای بازرسیش اقدام کنیم، خصوصا قسمت‌های اصلی برقیمون مثل پست برقمون، اون تابلوهای اصلیمون. به شما آموزش خواهیم داد که اول مهمترین قسمت‌ها رو در نظر بگیرید. مهمترین قسمت ها اول برقه، یعنی یک ساختمان باید اول برق داشته باشه. درسته سیستم جریان ضعیف بسیار مهم هست و باید فواصل و کارهای مناسبی رو انجام بدیم، خصوصا تو سیستم اعلام حریق و همچنین کلیه سیستم های جریان ضعیف، اما این ولتاژ ضعیف ما هم مهمه. این اگه برق نباشه که دیگه هیچی دیگه، ما میخوایم در مورد چی صحبت کنیم. خب اما مباحث برقی ما، مباحث برقی ما 13، مبحث 13 هم هست که تا حدود خدمتتون عرض کردم. بعدش راهنمای مبحث 13 هست که توسط بزرگان نظام مهندسی فارس در همین شیراز نوشته شد و سالهاست مورد نظر قرار میگیره و هنوز که هنوزه پس از سالها همه کارها، طراحی، نظارت، اجرا به همین ارجاع داده میشه. اما نشریه 110 که مربوط به سازمان برنامه بودجه کشور هست، این هم برای اینکه شما بیاین بها رو تعیین کنین تو هر قراردادی براتون مهمه، حالا چه طراحی، چه نظارت، چه اجرا، برای اینکه هر قسمت رو بشناسین، چون جداول بهایی که برای قیمت گذاری استفاده میشه شما بر اساس همین ها نوشته میشه. توی مجلس اینا تعیین میشه، حالا تقریبا به صورت سالیانه، که حالا یه کار اجرایی که داره انجام میشه توی فلان جا
قیمتش ما میخوایم در بیاریم دیگه. خیلی خب، حالا این باید چگونه انجام بشه؟ برای همین نشریه های مختلف رو داریم. حالا از همین برای طراحی و نظارت داره استفاده میشه. اما شما باز اگه بخواید این کتاب بزرگ در اختیار داشته باشید بخونید، خواهیم میخواستید بخونید که دیگه اینجا نمیومدید. ما بهتون میگیم که چگونه با استعداد فنی جلو برید که نخواهید این همه کتاب رو همراه داشته باشید و سراغش برید و اینا، فقط بدونید چی به چیه و باید از کجاش بهره ببرید، استفاده بکنید. و اگر بخواید تمام اینها رو بخواید حفظ کنید و همراهتون ببرید و روش کار کنید، خیلی کارتون سخت میشه و اغلب دوستان هم به دلیل همین سردرگمی به دوستان ما در اینجا مراجعه میکنن و ما هم در خدمتتون هستیم. خب در راهنما میاد مطالبی رو که در مباحث 13 هست از سیستم ها، تجهیزات مختلف بیان میکنه و هر کدوم کاربرد چه دوستان جداگانه میگه. شاید خیلی از دوستان میگن چرا کتاب راهنما هر کدوم رو جداگانه میگه؟ برای اینکه میخواد بیاد در آخر کتاب تمام مطالب رو از نظر طراحی ببنده، بگه الان افت ولتاژ رو چگونه محاسبه میکنه، این افت ولتاژ خب باید چگونه محاسبه بشه. شما باید اول تمام اونها رو با توجه به کاربردشون بشناسید. در زمانی که بنده تدریس میکنم تمام مطالب رو در کنار هم میچینم، یعنی نمیذارم خسته بشید. توی جلساتم از قانون میگم، از مباحث غیر برقی میگم، از مباحث تخصصی میگم، حل کردن میگم، توضیحات آکادمیک گفته میشه که شما نه خسته بشید و نه بدون بهره از اینجا بیرون برید. خب راهنمای مبحث 13 به یک مطالبی البته جداگانه از مبحث 13 هم میپردازه. حالا مثلا پدیده EMI رو خیلی میاد توضیح میده، یا پدیده های مختلف دیگر رو که ما هم به تشریح تمام اینها رو میپردازیم با توجه به سوالات آزمون پیش خواهیم رفت. بدین صورتی که اول یک سری موضوعات رو خدمتتون بیان خواهیم کرد، مثلا RCD میایم در موردش تست های سال های گذشته رو میزنیم، مثال های خودمون رو میزنیم که شما به این تست ها آشنا بشین. یعنی یه دفعه نمیبریم میتون توی یه کار سخت، پله‌ای شروع میکنیم که اذیت نشید. در رابطه با نشریه هم که خدمتتون عرض کردم به صورت دو جلد هست، نشریه 110 جلد اول و جلد دوم. جلد اول در مورد ولتاژ هست به صورت فشار متوسط و همچنین ولتاژ ضعیفمون که در ساختمان وجود داره، همچنین سائقه و سیستم ارتینگمون که یکی از قسمت‌های مهمی که ما در مباحث 13 و نشریه در موردش خیلی صحبت خواهیم کرد سیستم ارتینگ ما هست و همچنین سطح مقطع که این روزها خیلی مورد توجه قرار گرفته. خب سیستم ها، انواع سیستم های مختلف رو داریم. حالا سیستم های TN چی هست، سیستم های TNS چی هست، سیستم های TT چی هست، سیستم های IT و اینها کاربردشون به چه صورته، سوالات هم به چه صورت در موردشون بیان بشه. مثلا اگر ما یه سیستم TNS داریم، این چند سیمه است؟ خب تنها سیستمی که به صورت 5 سیمه است مثلا این هست. یعنی از یه کارهای ابتدایی مثل همین حداقل دو تا تست میتونیم بزنیم، یا 4 تا کار دیگه هم بهش اضافه میکنیم، تست های دیگه هم میتونید بزنید که الان تست های سیستمی به صورت متعددن. و یادتون باشه شاید مطالبی که بیان میشه به صورت مستقیم بعضیاش توی آزمون نیاد، اما اگه ندونید نمیتونید مطالب دیگر رو در کنارش قرار بدین و اون تست ها رو بزنید. برای همینه که من مثلا میگم وقتی میخواین RCD بشناسید باید قانون فارادی رو بشناسید. این قانون فارادی بیان میکنه این ولتاژی که میخواد القا بشه دیه
لاندا هست به دی تی. حالا این لاندای من چی بود؟ این لاندای من تعداد سیم پیچان بود n ضرب در فی. اگه یه منفی هم بشیم که میشد قانون لنز، یعنی مثل همون قانون سوم نیوتن که با عامل به وجود آورندهش مخالفت میکنه. و من برای شما یه حلقه آهنین رو در نظر میگیرم، میگم یادتونه تو ماشین اینجا اینجوری سیم پیچ داشتیم؟ خب حالا من میام مثبت و منفی رو به این وارد میکنم. شما اگه توی دی سی باشه، حتی سیستم ها در دی سی هم ما بررسی میکنیم چون تو راهنما ما دی سی رو داریم. حالا این مثبت منفی رو وقتی به این وارد کنم چه اتفاقی میفته؟ جهت شا رو به شما آموزش میدیم، اگه یادتون باشه شست راست در جهتش چهار تا انگوش میشه، اون چگالی شا مشخص میشه جهتش کجاست، یعنی به کجا داریم نیرو وارد میکنیم. خب حالا این جریان رفت و جریان برگشت رو من دارم. اگر اختلاف این دو جریان، جریان I1 و جریان I2، اختلافشون بیاد و برابر صفر بشه ما مشکل نداریم. اگه مخالف صفر شد آرسیدیم تریپ میده، یعنی سریع میفهمه یه اتصال کوتاه وجود داره. البته دوستان آرسیدی نمیتونه تضمین کننده یه حفاظت فردی به طور قطع باشه، چرا که اگه فردی به صورت اینکه دستشو به فاز نول بگیره و کف زمین عایق باشه که جز سوالات و آزمون هم بسیار مواقع هست، دچار برگرفتگی میشه. خب چیکار کنیم؟ با یک کلید جدا کننده یا کلید مجزا کننده که بهش میگیم ایزولاتور، در قبل این کلید ما بذاریم. یعنی اول ما میایم یک کلید جدا کننده میذاریم، این جریان به این وارد میشه، بعد فاز و نول میاد وارد RCD میشه و سپس وارد مصرف کننده هامون میشه. حالا مصرف کننده هامون چی هست؟ کلیدهای مینیاتوری هست که از اینجا خارج میشن یا از اینجا، فرقی نمیکنه، بالاخره لود ما هستن دیگه. خب حالا این RCD های ما حساسیت های مختلف دارن. این حساسیت ها هم سلکتیویتی ما رو تعیین میکنن و هم این که اون افرادی که دارن در اینجا کار میکنن میزان حساسیتشون چقدره، کاربری این ساختمون چیه. کاربری ساختمون شما از کجا یاد میگیرید؟ توی مبحث سوم یاد میگیرید که باید ببینید کاربری اینجا چیه که من حریقشو اول چگونه طراحی کنم و نظارتشو چگونه انجام بدم یا اجراشو. و اینکه من حالا اگه اتاق عمله چگونه حساسیت رو بیام تنظیم بکنم، این برای من مهمه که میدونید که اونجا هم اصلا تابلوهای خاص خودشو داره و حالا سیستم های آیتی که در موردش بحث خواهیم کرد، سیستم های آیتی که هادی توضیح شده داشته باشن، اینها رو باید چگونه کار کنیم روشون. و همچنین قسمت های طراحی که انجام خواهیم داد، از طراحی روشنایی، جنراتور، ترانسفورماتور، تمام مطالب افت ولتاژی که وجود داره استفاده می‌کنیم با استفاده از مطالبی که در سیستم قدرت و ماشین‌های الکتریکی و همچنین مدارهای الکتریکی داریم. توصیه می‌کنم لطفاً تا قبل از شروع شدن کلاس‌ها از ریاضی مهندسی اعداد مختلف رو شروع کنید که دوستان مثلا بدونن زاویه چیه، تانجانت اینورسمون چگونه گرفته میشه، کوسینوسمون چجوریه، رابطه دم و آر رو بدونن که مثلا اگه یه سیستم به صورت قطبی هست من میخوام تبدیلش بکنم به صورت دکارتی چگونه بنویسمش. اینها لطفاً کار کنید. البته من اینها رو میگم، اگر شما بلد باشین خیلی با سرعت هم میشه و میگم روی کتاب‌های تخصصی بیشتر کار میکنید، این برای آزمون شما مفیده، ولی تا اینا رو بلد نباشید، مثلا مدار رو بلد نباشید که این سری موازی‌ها به چه صورته یا فازور چی هست، اینها رو ندونیم نمیتونیم ما بیاریم تو سیستم قدرت، نمیتونیم بیاریم تو ماشین‌های الکتریکی، نمیتونیم بهتون بگیم الان کدوم ترانسفورماتور دچار اضافه بار میشه، چگونه دچار اضافه بار میشه. مثلا من براتون مثال بزنم که شما دو عدد ترانسفورماتور دارید،
اینها رو میخواین موازی کنید که یک بار رو تامین بکنید. چه چیزی توی اینها برای ما مهمه؟ اگر ما بخوایم محاسبات ماشین های الکتریکی رو داشته باشیم مثل زمان حالا کارشناسی یا مقاطع بالاتر، خیلی عقب میافتید. ولی ما اینجا بهتون میگیم یوکا درصدش رو نگاه کنید، از طریق استعداد فنی پیش میریم، یوکا درصدش رو نگاه کنید، هر کدومش کمتر بود چرا اضافه ولتاژ میشه. این یوکا درصد یعنی امپدانس ولتاژ اتصال کوتاه من هست، به امپدانس اتصال کوتاه هم بهش میگیم. یعنی وقتی اینو محاسبه میکنیم، یعنی هم زد اکوالمو دارم و هم چی رو دارم؟ هم ولتاژ رگولیشنمو دارم. یعنی اگه شما توی مسئله دین ولتاژ رگولیشن نوشته مثلا 1%، این همینه، یا زد اگه نوشت باز همینه، شما توی عمل یوکا درصد به دردمون میخوره. اما خیلی خوب، شما ما از برای اینکه ترانس رو بشناسیم اومدیم از تو مدار اینو معرفی کردیم، مدار معادلش رو گفتیم، مقاومت داره، سلف داره، چگونه اصلا اینا به هم دیگه موازی میشه، تمام اینها رو بیان کردیم. اما میخوام خدمتتون عرض کنم که باید شما به صورت فنی توی آزمون نظام مهندسی ساختمان پیش برید. اگر هم اینها رو ندونید کار نمیشه ها، باید اینها رو قطعا بدانید. خب من یک مثال آزمون 1400 طراحی سال اول این بود. خیلی خوب، RCD رو ما الان اومدیم به شما گفتیم، قانون فارادی رو الان گفتیم، گفتیم هم چگونه کار میکنه، مصرف کننده و اینا رو هم کشیدیم. یه نکته داریم صفحه 78 مبحث 13. این میگه که RCD آخرین تجهیز حفاظتی به مصرف کننده است. از همین نکته اومده استفاده کرده. خب من الان توی اسلاید قبلی واسهتون کشیدم دیگه، بعد از RCD اومدیم کلیدهای مینیاتوری مختلف رو کشیدیم. این کلیدهای مختلف مینیاتوری آخرین مصرف کننده منن، نه اون پریزی که وجود داره، نه اون یخچاله. چرا؟ چون اون حفاظت رو انجام میده. یخچال که حفاظتی نداره، پریز که حفاظتی نداره، یا اون چراغه کلیده، اینا حفاظت نداره. درسته پشت کلید یا پریز مثلا میشه تا 16 آمپر تحمل میکنه، ولی کی داره اینو حفاظت میکنه؟ کی میتونه تریپ انجام بده؟ اون کلید مینیاتوری که وجود داره. خب گزینه های من، گزینه یک شکل شماره یک هست، گزینه دو شکل شماره دو، گزینه سه شکل شماره سه، و گزینه چهار هر سه گزینه. البته دوستان تا میتونید زودتر بیاین، زودم قبول بشید، این داستانه هر سه گزینه و هیچ کدام داره از طراحی ها حذف میشه، چون اصلا خیلی توی جلسات مختلف صحبت هست این گونه سوال استاندارد نیست، اصلا نباید هر سه گزینه و یا هیچ کدام وجود داشته باشه. هنوز تا وجود داره این یه امتیاز واسه شما. البته یک سری گمراهی ها هم اینجا به وجود میاره که دوستانتون در جلسه دچار شده بودن و ما بهتون میگیم چگونه تشخیص بدید. اینجا آزمون طراحیه، پس مطمئن باشید کوچکترین سوالی که به شما میدن تلفیق چند تا مبحثه، اما توی آزمون نظارت نه، معمولا روی مبحثه و همچنین اجرا. خیلی خوب، من توی آزمون توی شکل شماره یک برم بررسی کنم، هم اول گذاشته هم پایین، داست سلکتیویتی هم رعایت کرده، یعنی بالای 500 گذاشته، پایینی ها 30 میلی آمپر، که این حساسیتشون رو بیان میکنه. بعدی ها یا اومده توی ورودی گذاشته یا اومده توی خروجی گذاشته. خب مصرف کننده من لودم اینجاست توی تمامشون، حالا توی هر کدوم از این قسمت ها لود ما اینجا هست. اصلا هیچ خبری از لودمون هم نداریم، یعنی اصلا من نگفته لود چیه. خب من باید چیکار کنم؟ من باید حفاظت رو کاملا رعایت کنم. بله اگر من میدونستم لودم چی هست، مثلا میگفتم خب همین یه دونه بذارم بس. چرا؟ چون مبحث 19 من میگه که صرف جویی در مصرف انرژی داشته باش دیگه. این اصلا هیچ چی نمیدونم. و
و خیلی جالبه از کلمه مناسب ترین هم استفاده نکرده، فقط هدف من اینه تو تابلو نهاییه. خب وقتی داره اینجوری میگه، منم میام یه نگاه میکنم، فقط میخوام محل نصب ببینم. خب هر ستاش هست دیگه، هر ستاش خوبه، یعنی من از هر ستاش برای هر جایی میتونم استفاده کنم، جاهای مختلف. اما اگه یه جایی میتونم صرف جویی بکنم، اصلا یا بیام اینو بذارم یا اینو بذارم، این در چه صورت میذارم؟ اصلا دو تا خط مجزا دارم، فاصله شون خیلی زیاده، یا مثلا وقتی تریپ کنم به اون تابلو آسیب میزنم، یا قسمت های دیگه رو که در زمان آموزش خدمتتون عرض میکنم که چگونه ما میتونیم اینها رو از هم دیگه جدا کنیم و در موردشون بحث کنیم. اما مطالبی رو که حالا شما باید آماده باشید، حالا این مطالبی که تو همیشه توی آموزش ما در خدمتتون هستیم، مطالبی رو که لطفا خودتون رو آماده کنید و قبل از آزمون بیاین، این مطالب باشه. اول بیاین از ریاضی مهندسی شروع کنید. ریاضی مهندسی ما اعداد مختلفش به درد می‌خوره. شما مثلا وقتی ولتیج رگولیشن رو میخواین توی ترانس ماشین ها استفاده بکنید که هم از همون یوکا درصدتون به دست میاد، از همون زدتون به دست میاد که ازش بتونیم استفاده کنیم در کارهامون، از همون رابطه دمو آر هست، یعنی آر اکوال کوسینوس فی به اضافه منفی ایکس اکوال سینوس فی. خب توی اعداد مختلف ما زاویه رو میتونیم به دست بیاریم دیگه، مثلا با تانجانت اینورس حالا قسمت موهومی به قسمت حقیقی، شما آر به اضافه جی ایکس که داشته باشید میتونیم اینجوری به دست بیاریم و از این طریق بتونیم ولتیج رگولیشن و کلیه کارهای تخصصی اون رو انجام بدیم. پس ریاضی رو در حد اعداد مختلط بلد باشید، این کار ما رو زودتر جلو میبره. بعدش بیایم توی مدار. توی مدار چیکار کنیم؟ توی مدار این داستان سری موازی تجهیزات، اصلا متغیرهای اصلیمون رو بشناسیم. متغیر اصلی ولتاژ و جریان دیگه، این دوتا رو یعنی شما به دست بیارید، هر چیزی میتونیم به دست بیارید، توان رو میتونیم به دست بیاریم، مقاومت، امپدانس، همه اینا رو میتونیم به دست بیاریم. فازو رو حتما بدونیم مفهومش چیه، امپدانس ها رو بدونیم در مورد چی هستن، مثلا امپدانس سلفتون بدونین که جی اومگا ال هست یا خازن یک تقسیم بر جی اومگا سی هست یا مقاومت خود آر هست، اینها رو بدونید و در مورد این اطلاعات داشته باشین. در رابطه با ماشین های الکتریکی بدونید که ترانس ها به چه صورت کار میکنن و همچنین در مورد سیستم قدرت هم فقط بدونید که ارتباط ترانسفورماتورها برای موازی شدن به چه صورت هست و همچنین اون قواعد جنراتورها را هم مطالعه داشته باشید. البته زیاد نمیخواد در حد مثلا سنکرون رو اینا رو بدونید، چون سنکرون ما توی تأسیسات حالا فقط داریم روش کار میکنیم که توی ماشین‌های الکتریکی واسه آسانسور از سنکرون استفاده بکنیم یا حتی از دی سی استفاده بکنیم، اما چیزی که داره استفاده میشه فعلا به صورت الغایی هست، یعنی شما همون ماشین دو رو در حد ماشین دو بلد باشید برای ما کفایت میکنه. که حالا مثلا من یک مثالم براتون بزنم، یه سری چیزهایی رو که خیلی راحت بدونید. شما عرضم به حضورتون دو تا ترانسفورماتور دارین، یکی 200 کاو آ ظرفیت داره و 3% هم یوکا درصدشه، یعنی شما روی اون پلیت خود ترانس که وجود داره اینا رو میبینید دیگه با متوجه بشید، اگه بخواید دست به قلم بشید میگن این واقعا ناظره که داره تازه اینجا محاسبه میکنه، شما با یه دید کار انجام بدید که واقعا اینجا این مطالب به شما آموزش داده میشه. خب و همچنین یه دونه ترانس دیگه هم دارم، 150 کاوه ها هست، این هم مثلا 1%. خیلی خوب،
میخوایم اینا دوتا رو با هم دیگه موازی کنیم. یه دونه لود هم داریم، لود هم مثلا چقدره؟ میگیم که به صورت 350 کاوه ها هست. حالا آیا اصلا این لود میتونه پوشش بده؟ و یا اگه میتونه پوشش بده کدومش دچار اضافه بار میشه؟ خب ما میگیم که با توجه به افت ولتاژ هایی رو که داریم یکیش دچار اضافه بار خواهد شد، همونی که گفتیم یوکا درصدش کمتره که حالا دقیقتر اینها رو محاسبه خواهیم کرد. اما یه تست های بسیار ساده وجود داره، مثلا همین رو به شما میدن، این 200 کاوه ها و 150 کاوه ها، بعد دفعه 4-5 سوال هم داره، یکیش به شما سوال داده که حالا کدوم یکی از این بارها رو میتونه تامین بکنه، گزینه ها رو بهتون میده، مثلا اولیش میزنه چقدر؟ میزنه 400، دومیشو میزنه چقدر؟ 450، سومی رو میزنه 350، چهارمی رو میزنه چقدر؟ مثلا میزنه 325. درسته ما میتونیم بیایم محاسبه کنیم از طریق روابطی که تو ماشین های الکتریکی خوندیم، که به چه صورت بود؟ مثلا میگفتیم که ما ظرفیت رو میخوایم محاسبه کنیم دیگه، SI رو مثلا برای این ظرفیتی بخوایم، این اعداد مختلف که یاد گرفتیم برای همینه که بتونیم این توان ظاهریامون رو استخراج کنیم. خب میگیم که اینو بخوام به دست بیارم، این توان نامی SNI هر کدومش هست از چی؟ از SL یعنی بارهایی رو که دارم تقسیم بر زیگما SN یعنی تمام جمع اون ترانسفورماتورهای نامی که دارن اینو تأمین میکنن. خیلی خوب، اگه یوکا درصدامون مثل هم بود که هیچ وقت نیست، همین رابطه کافیه. مشکل ما برای تبدیل آکادمیک و علم به عمل همینه. شما بیشتر توی دانشگاه به صورت ایدئال کارها رو پیش میبرید، ما اگه بخوایم یکم غیر ایدئالش بکنیم همه صداشون در میاد که حالا ما میخوایم بریم، ما کار داریم، ما حالا بعدن میخونیم، بعدن واسه کارهای تخصصی و هزار تا چیز دیگه. و بیشتر این شده که در دانشگاه همه چی به صورت ایدئال پیش میره، اما ما اینجا غیر ایدئالش رو بلد باشیم. برای اینکه کار ما به صورت عملیه، شما با نظر عملی از این استفاده کنی. مردم برق میخوان، خب این برق نداشته باشه رفاه اجتماعی نداره، یعنی اون سوشیال فیر شما که داره این همه براش تلاش میکنی تمام، کل جامعه داره برای همین سوشیال فیر تلاش میکنه، از پزشکی و پرستاری و مهندسی و تمام علومی که وجود داره. خب حالا توی این تست من کدوم بزنم؟ با یه دید میتونم بزنم. خب این 400 و 450 که اصلا از این 350 جمع اینا دوتا بیشتره، واسه این بند خود زورش نمیرسه این دوتا. خیلی خب این دوتا حذف، 350 هم که اندازه خودشه، یکیش بالاخره دوچار اضافه بار میشه، پس من اینو نمیذارم. 325 میگه اینو میتونه پوشش بده. ولی اگه خواستم محاسبه کنم باید نه تنها اینو بنویسم، بلکه بیام یو کای ایکوالو بنویسم تقسیم برای یو کای آی کنم. حالا اون یو کای ایکوال هم محاسبه داره، محاسبهش به چه صورته؟ یو کای ایکوال هم میام تمام اون زیگما اس انام، یعنی هر چی اس ان داشتم و با هم دیگه جمع میکنم، بعد اینجا میگم مثلا اس ان 1 تقسیم بر یو کا 1 به اضافه مثلا اس ان 2 تقسیم بر یو کا 2 و الی آخر که بیام بذارم تازه تو اون یو کا. حالا یو کا آی چیه؟ هر چی تو اون اس آی اول گذاشتم که اومدم محاسبه کردم که کدوم ظرفیت مربوط به کدوم ترانسمه، اون یو کای آی هم همون محاسبه میشه. مثلا اینجا اس ان آی هست در اس ال، اینجا چی هست؟ زیگما اس ان که الان من خدمتتون نوشتم، اینجا هم که یو کای اکوال، اینجا هم که یو
کای آی، یعنی اینا دوتا مثل همان، همچنین این توان نامی همین هست. حالا توان نامی چی هست؟ جریان نامی چگونه محاسبه میشه؟ به چه صورت با پیش میاد؟ همه اینا بیان میشه. اما حالا من انقدر رابطه گفتم هیچ ترسی نداشته باشید. هیچ کدوم از دار نمیخواد حفظ کنید اصلا. من یه قانون اوم از شما میخوام بلد بشید. قانون اوم در مدارهای الکتریکی یک میخونید. میگه که رابطه ی ولتاژ به جریان هموار مقدار ثابتی است. این در صورتی که خطی باشه. حالا اگر به صورت غیر خطی باشه یه مقدار تغییراتی داریم که ما اصلا همچین چیزی نداریم. همه چی رو در تأسیسات به صورت ظرفیتی و توانی کار میکنیم. خیلی خوب، تمام روابط دیگه هم بر اساس همین محاسبه میکنیم و پیش میریم. امیدوارم که بتونیم که ساعتهای خوبی رو در کنار شما عزیزان باشیم و به خوبی کلاس رو پیش ببریم و به نتایج مناسب برسیم. با امید دیدار شما. خدا نگهدار. مؤسسه آموزش عالی فاضل اقدام به برگزاری کلاس‌های آمادگی آزمون نظام مهندسی نموده است. این کلاس‌ها با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی برگزاری کلاس‌های آنلاین ارائه می‌شود. در این کلاس‌ها امکان پرسش و پاسخ با اساتید وجود دارد. همچنین فیلم کلاس بعد از برگزاری در پروفایل جهت بازبینی بارگذاری می‌شود و امکان ارتباط تلفنی با استاد تا روز آزمون جهت رفع اشکال وجود دارد. راه‌های ثبت نام را در تصویر مشاهده می‌فرمایید.